فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده در مورد این است که پرسیدن وام بانک آیا حرام است و چرا پولی که در بانک گذاشته میشه میگویند گناه است؟ درباره ربا ما آیات و احادیث بسیار صریحی رو داریم از خداوند متعال و از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و همچنین اگر ما از نظر عقلی هم بنگریم میبینیم که ربا یک نوع ضررها و آثار بسیار سوی رو در جامعه اسلامی و غیر اسلامی به بار خواهد آورد. خداوند متعال صراحتا در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، ای کسانی که ایمان آوردید از خداوند متعال بترسید و ربا را ترک بکنید. گرچه حتی مسلمانانی که قبل از اسلام با ربا در واقع عمل میکردند و معاملات ربوی انجام میدادند، خداوند متعال در این آیه به اونها دستور داده که ما بقی ربا را، اون رباهایی که مونده اونها را ترک بکنند و حق ندارند که اونها را بگیرند. و همچنین قبل از این آیه خداوند متعال صراحتا این مطلب رو بیان کرده که یمحق الله الربا و یربی الصدقات، الله متعال ربا را محق میکند، یعنی نابود میکند، بی برکت میکند. و همچنین در روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت عبدالله بن مسعود هست که امام مسلم و اصحاب سنن اینو روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لعن الله الربا، الله متعال ربا را نفرین کرده، یا خداوند متعال ربا را نفرین بکند. و اضافه بر این چهار مورد دیگر را رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد ربا لعنت کردند: آکله و موکله و کاتبه و شاهده، همون کسی که ربا میخورد، همون کسی که ربا میدهد، همون کسی که عقد و قرارداد نکاح این ربا رو مینویسد، و هم دو نفری که در واقع شاهد هستند برای این عقد و قرارداد، و همون کسانی که واسطه هستند و ضامن هستند برای این ربا، در واقع مورد لعن خدا و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتند. پس بنابراین این یک از گناهان کبیره، نه تنها جز گناهان کبیره هست، بلکه جز مواردی هست که آثار سویی رو در زندگی انسان داره، باعث از بین رفتن برکت می شود در زندگی انسان و انسان از نظر مادی فلج می شود. و این موردی هست که خداوند متعال این رو به عنوان یک جنگ علنی علیه الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام کردند و یکی از محرمات قطعی و گناهان کبیره است.